نمایندگان منتخب مردم در بیش از 40 کشور که اکثریت پارلمان اروپا و اکثریت مجمع پارلمانی شورای اروپا و اکثریت‌های پارلمانی در 28 مجلس قانونگذاری دیگر را شامل می‌شوند، در بیانیه‌های خود خواستار بر عهده گرفتن اشرف توسط ملل متحد با حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا، لغو فوری محاصره اشرف، تضمین دسترسی آزادانه ساکنان به خدمات پزشکی و یک تحقیقات بی‌طرفانه، همه جانبه و مستقل پیرامون جنایت 8 آوریل شدند و ضمن حمایت از راه حل اروپا برای اشرف، هر گونه جابجایی ساکنان اشرف در داخل عراق را غیر قانونی و مغایر اصول حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی دانستند و قاطعانه رد کردند. قانونگذاران بیش از 40 کشور جهان در بیانیه های خود خواستار به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران و برقراری گفتگو با شناختن شورای ملی مقاومت ایران شدند. یکی از مهمترین و صعبترین پهنه‌های رویاروی مقاومت با رژیم ولایت فقیه و جبهه جهانی مماشات، کارزار مبارزه علیه وارد کردن مجاهدین در فهرست سازمان‌های تروریستی بود. کارزاری سخت که خانم رجوی در رأس جبهه وجدان‌های بیدار و جبهه همبستگی طی 7 سال کار پرتلاش، عاقبت بر تصمیم 27 کشور اتحادیه اروپا پیروز شد. شرکت کنندگان در بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج کشور که روز شنبه 28 خرداد 1390 اجتماع 18 ژوئن در پاریس برگزار شد، حفظ برچسب واهی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران از سوی وزارت خارجه آمریکا را به رغم احکام قضایی صادره یک اقدام غیرقانونی و مشارکت در سرکوب مردم و مقاومت ایران توصیف کردند و از دولت آمریکا اجرای دستور دادگاه را خواستار شدند. این را هم باید خاطر نشان کنم که ایالات متحده به خاطر واگذاری مسئولیت حفاظت اشرف مسئولیت دارد. ایران را به دولتی سپرد که قصد آن برای سرکوب ساکنان اشرف پیشاپیش مهرت همچنان که در بستن راه تغییر در ایران مسئولیت دارد، زیرا نیروی اصلی تغییر در ایران را با یک برچسب واهی به بند کشیده است. بنابراین با آنها میگوییم به حکم دادگاه و به فراخوان نمایندگان کنگره و شخصیت ها و صاحب نظران بلند پایه آمریکا توجه کنید که خواهان لغو برچسب تروریسم و به رسمیت شناختن مقاومت ایران هستند. بر این اساس ما ایالات متحده را فرا می‌خوانیم
که به این نامگذاری رسوا خاتمه دهد و سیاست شکست خورده مماشات و تعامل با بانکدار مرکزی تروریسم را کنار بگذارد.